در پرته وی دستور هدایت های اساس گذاری صلوحات تیمیلی پیشوی ملت پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده رئیس ولایت سوق سلطانزاده تاجیبوی به مناسبت عید سعید فطر به مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیران سالون و مایوبان در شهری پنجکند تشریف برده از شرایط بود و باشیشان دیدن نمودند. همچنان پوشندگانی این خانه امید را به مناسبت عید سعید فطر مبارکباد نمودند. همه شما را با فرارسی عید سعید فطر از نام رئیس ولایت سوق محترم رجبای احمدزاده مبارکباد میگویم. امیدوار هستیم که شما همیشه صحت و سلامت بردن سالین با خاطر بولیده زندگی میکنید. باید تاکید کرد که شناخت خطر شما همیشه در مد نظر دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. این عیادتی که امروز صورت گرفته ایستاده است در زمینه دستور سپارش های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان صورت گرفت. اینچنین رئیس شهری پنجکند محترم عبدالخالق خالقزاده باشندگان خانه پیران سالون و مایوبان را به مناسبت عید سعید فطر تبریک نموده قید نمود که یتیمان، پیران سالون و شخصان امکاناتشان محدود همیشه در مد نظر حکومت و دولت قرار دارند و حکومت همیشه از وضع زندگانی استقامت کنندگان آن خبردار گردیده و بهر شرایط بهتری زندگانی آنها همه کوشش و تلاش خود را دریغ نخواهد داشت. در رفت دیداربینی همچنان نماینده ولایت سوق و رئیس شهری پنجکند از انبار مواد خوراکی خانه اینترنت دیدن نمودند. از این دستگیری و غمخوری های پیوسته رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان باشندگان خانه اینترنت مذکور منتدار بوده سپاسگزاری خویش را چنین بیان داشتند. خرابری جناب عالی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در هر عید و مراسم ها به عیادت ما میاد و برای ما خوراکه و پوشاکه میارد. الهی خداوند عمر دراز و حیض و برکت و آبروی محمد را نصیبشان گرداند و برای بار دیگر همه شما را در این روز مبارک سعید فطر تبریک مبارک باد میگویم. خداوند یار و مددگاری شما. توجه و غمخوری های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری پنجکند و نماینده رئیس ولایت سوق باز هم بازگویی آن است که چنین افرادی طبقه های نیازمند جامعه همیشه تحت نظر حکومت و دولت قرار دارند. گزارش مرتبه رحمانوه و طلب شاتاشف برای برنامه اطلاعاتی پیغام.